Things are gonna get proper messy. Ready or not, here we come. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ وارزون موبایل به صورت رسمی تمام پی سرورهاش واسه کشور استرالیا باز شدن و همین الان همه ما میتونیم بازی کنیم، ولی متاسفانه مشکلی که وجود داره این هستش که خیلی هامون نمیتونیم وارد بازی بشیم و حتی نمیتونیم وارد اکانتمون بشیم چه برسه به بازی. اول ویدیو دوستان بهتون میگن که چجوری میتونیم این مشکل رو رفعش کنیم و بعد از اون میریم به سراغ بررسی بازی خفن وارزون موبایل، بتل پس ها و باندل هاشو بررسی میکنیم و از آخر هم میریم به سراغ گیم پلی بتل رویالش که فعلا زیاد جالب نیست، ولی خب در آینده قطعا بهتر میشه. بدون هیچ معطلی بریم سراغش. اگه شما هم مثل من مشکل ورود به اکانتتون داشتین در داخل بازی وارزون موبایل، شک نکنین، مشکل از نت و وی پی انتون هستش. وی پی ان تونل بی رو دانلود کنین، وی پی ان قوی هست نسبتا، و توجه داشته باشین که به استرالیا وصل بشین چون کشور دیگه باز نمیکنه بازی رو. اگه دوستان این وی پی ان براتون وصل نشد، وی پی ان لس وی پی ان رو دانلود کنین، یک آیکون شمشی و سپر داره. اگه لس وی پی ان هم نشد، کافیه اکانت اکسپرس وی پی ان جور کنین، اون دیگه قطعا میشه چون وی پی ان بسیار بسیار قوی هستش. وقتی وی پی ان تو اوکی شو، به راحتی تمام میتونید داخل اکانتتون ورود کنین و به راحتی تمام وارد بازی بشین. وقتی دوستان وارد بازی شدیم، به یک همچین صفحه برخورد میکنین که پیغام های اول بازی رو بهمون میگه. این پیغام ها بهمون میگه که چه باندل هایی اومده، چه بتل پس داخل بازی هستش و چه چیزهایی ما میتونیم داخل بازی همین الان بخریمشون. بتل پس سیزن یک بازی وارزون موبایل، این بتل پس هستش که کاراکتر اولش کاراکتر زئوسه که کاراکتر بدی نیست. این نکته هم دوستان توجه داشته باشین که بتل پس وارزون موبایل با بتل پس دو بازی وارزون دو و کال آف دیوتی مودرن وارفر دو مشابه همن، و اگه با یک اکانت اکتیویژن داخل هستش لاگین کرده باشین و توی یکی از اونها بتل پس رو بخرینش، توی اون دوتا بازی دیگه هم براتون باز میشه. قیمت سی پی بتل پس سیزن یک هم 1100 سی پی هستش و به دلاره، و تمام هی ریجن هاش هم فکر میکنم همینجوری باشه. فعلا که اینجوری بوده، حالا معلوم میشه، باید صبر کنیم که واسه کشورهای دیگه هم بیادش این بازی وارزون موبایل. ولی خب نکته خوبی که داره این بتل پس این هستش که اگه شما 1100 تا سی پی بخرینشون، 1400 سی پی بهتون برمیگردونه و باعث میشه که هر موقعی که بتل پس بخرین 300 تا سی پی اضافه دریافت کنید. نسخه پریمیومش هم فکر میکنم 2200 سی پی باشه و آیتم های بیشتری براتون باز میکنه. از لحاظ دوستان ساخت کاراکترها داخل این بازی واقعا الان افتضاح هستش و بدترین گرافیک ممکنه بازی های وارزون رو داره، ولی خب در آینده قول اینو دادن که بهترش میکنن و تا موقع نسخه جهانی قراره کلی آپدیت بدن تا گرافیک بازی بالا بشه و فیزیک بازی ارتقا پیدا کنه، چون الان واقعا گرافیک نداره و واقعا حال نمیده بازی کردن باهاش. یک نکته دیگه هم هست دوستان واسه این بازی، به گفته خود سازنده‌های بازی که دیروز فایلش اومده بیرون، فایلش نه، همون پرسش پاسخش اومده بیرون، به همون گفتن که هر عملیاتی که داخل این نسخه انجام بدین، بتل پس بخریم، باندر بخریم، پیشرفت کنیم، لبرون بره بالا، موقع انتشار جهانی هم تمامی اینها ثبت میشن اگه با همون اکانت اکتیویشن در نسخه جهانی لاگین کنیم، و این نکته خوبی هستش که میتونیم مشاهده کنیم. بتل پس پریمیوم 2400 سپی هستش، من قبلتر بهتون گفتم 2200 و از این بابت من معذرت میخوام. اینم دوستان از بتل پس بازی وارزون موبایل. چند تا باندل هم اومده که باندل بدی نیستن. باندل مسی هستش که جلوتر بهتون نشون میدم چجوریه. این باندل هم اومده که اسکینش جذابه و بلوپینت های شیک و جذابی داره برای گانهاش. 2400 سی پی هم قیمتشه، خیلی گیرونه. اینم دوستان یک باندل دیگه هستش که چند تا اسکین روی گان فقط، بد نیست اینم باندلش، ولی خب اصلا ارزش نداره 1600 سی پی.
باندل بعدیش هم این باندل هستش که کاراکترش بیرنگ رویه، اصلا به درد نمیخوره، آیتم دیگه‌ش هم که چرته. قیمت سی پی هم اینجا به فکر میکنم روپیه باشه یا واحد پول روسیه، نمیدونم واحد پولش چیه، ولی خب گرونه. ببینیم میتونیم بخریمشون همین الان یا ارور میده. فکر میکنم ارور بده چون واسه کشور استرالیا نیست این واحد پول، واسه کشور استرالیا به دلاره، اگه براتون سواله که چی هستش. ولی خب قیمت ها خیلی گیرونه و فعلا ارزش نداره بخریم اینا رو، ولی خب اگه هرچی بخرین الان داخل نسخه جهانی هم همه ثبت میشن و میتونید داخل اکانتتون داشته باشین. باندل آخرم باندل مسی هستش با قیمت 2400 بی که این اسکینو افتضاح درست کردن داخل این بازی، امیدوارم بعدا بهترش کنم. یه حالت فینیشینگ مود هم داره مسی کال آف دیوتی موبایل، فکر میکنم فردا گردنش بیادش اون خیلی بهتر درستش کردن. اما دوستان بریم به سراغ یک گیمپلی کامل از نسخه سافت لانچ استرالیا. سعی کردم یک گیمپلی براتون انتخاب کنم که تمامی جزئیاتش مشخص بشه و از تمامی این گیمپلی بتل‌رویال بازی وارزون موبایل با خبر بشین، چون دوستان به نظر من اگه نتونستین وارد بازی بشین چیز زیادی از دست ندادین، چون هم بازی پر از لگ و باگه و هم گرافیکش خیلی پایینه. پیشنهاد من اگه بخواین صبر کنین که نسخه جهانیش بیاد، چون نسخه سافرانش واقعا الان چرته، در آپدیت های بعدی بهتر میشه. این نکته هم بهتون بگم که اگه دوست دارین همین نسخه پر از باگ و گرافیک پایینش بازی کنین، داخل لابی میشین ولی استارت نمیشه، تنها روشی که وجود داره تا داخل بازی بشین و گیم پلش تجربه کنین استفاده از وی پی ان اکسپرس هستش. این وی پی ان دوستان خیلی قویه و چون سرور رایگانی نداره نمیتونه جلوشو بگیرن، و اگه تونستین اکانتشو بخرین یا پیدا کنین قطعا امتحانش کنین و وارد بازی وارزون موبایل بشین، با اون وی پی ان قطعیه و به راحتی تمام میتونین گیم پلش رو تجربه کنین. خب دوستان اینم از این ویدیو، بریم به سراغ گیم پلی کامل بازی وارزون موبایل که امیدوارم ازش لذت ببرین. این گیم پلی روی آیفون 13 پرو ریکورد شده. Let's get it done.
base in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Teammates be clear for redeployment. To earn redeployment. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Teammate is redeploying. Stand by. Solid fast UAV deployed. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین. امیدوارم لذت برده باشین از دیدن این ویدیو. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما دکمه لایک رو بزنین.
و اگه جدید هستین در داخل کانال حتما دکمه سابم بزنین که چون قراره علاوه بر بازی وازون موبایل و کال آف دیوتی موبایل بازی وازون دو براتون بذارم گیم پلاشو و هم بخش داستانی مودرن وافر دو رو با هم دیگه بازی کنیم که به شدت بازی خفنی هم هستش. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوهای دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.